شوهر است. مرد زنان را از هزاران مرد نامحرم تر است. ازدواج میگه با از مردانی که حتی باشین ازدواج نکردیم این نامحرم تره. آنکه زن را بی رضای او به زور و زر خرید هست نامحرم، به معنی گر به صورت شوهر است. در دگر جا دختر 9 ساله گر بالغ شود جان خواهر جای آن سودا نه در این کشور است. عربستان سعودی رو داره مقایسه میکنه با ایران. در دگر جا دختر 9 ساله گر بالغ شود جان خواهر جای آن سودا نه در این کشور است. دختر 9 ساله شوهر را چه میداند که چیست، که عروسک باز را جام عروسی در خور است. باز جای دیگه میگه ازدواج است این، یا درباره چادر اجازه بدید. درباره چادر میگه زن ننگ وجود است، البته با طنز، نه زن ننگ وجود است از آن جهت پیچیده به قبرینه چادری است. باز در شعر دیگه میگه چادر و روبند ما گر آیت تحقیر ماست، آتشی خصمانه در روبند و در چادر زنیم. اگر اجازه بدید باز به خاطر کمی وقت، اشعار بسیار زیبایی داره و اگر وقت در آخر جلسه وقت باشه دوست دارم بعضی از اشعارش رو کامل براتون بخونم، ولی بذارید خیلی تند برم سر پروین، معلم اول من. میدونید که 15 فروردین همین روزا روز فوت نابهنگام پروین در 35 سالگی و به همین جهت من فکر کردم قسمت دوم برنامه رو اختصاص بدیم به صحبت درباره خانم پروین اعتصامی. بنابراین اگه بشه من برم به فروغ فرخزاد، پریشادخت شعر فارسی، فروغ یک پدیده واقعا استثنایی هست، باز مثل حافظ در شعر ایران و باز با اون مرگ نابه هنگامش در اون مدت کم آثار جاویدانی از خودش باقی گذاشته. فروغ هم با شعرهای فمینیستی شروع کرد. اولین شعری که من از فروغ یادم میاد در یک روزنامه پیدا کردم و نگه داشتم، یکی از این دو بیتی های پیوسته به فارسی بهش میگیم که کسانی مثل فریدون مشیری، فریدون کار، سلام اینا بیشتر در اون مایه شعر می نوشتن و فروغ هم اونجوری شروع کرد. میگه تنها تو ماندی زن ایرانی در بند ظلم و نکبت و بدبختی، خواهی اگر که پاره شود این بند دستی بزن به دامن سرسختی. و بعد هم که میدونیم
بیشتر شما به احتمالی زندگی فروغ و بی‌پرواهیش رو در به خصوص اشعاری که درباره روابط جنسیش میگفت، مثلا اون شعری که گناه کردم گناهی پر ز لذت در آغوشی که گرم آتشین بود، یک دفعه اجتماع ایرانو شوکه کرده و به خصوص طبقه روحانیتو. واعظی سر منبر میره، واعظ مشهور شهر تهران ظاهرن، و به عنوان سخنگوی روحانیت فروغو دختر گناهکاره رسوا معرفی میکنه. باز یکی از اولین شعراشه جواب به این واعظ، میگه آن آتشی که در دل ما شعله میکشید که در میان دامن شیخ افتاده بود، ما را که پاک سوخته ایم از شرار عشق، نام گناهکاره رسوا نداده بود. شعر بسیار زیبایی. اجازه بدین چند خط دیگه شو واسهتون بخونم. بر روی ما نگاه خدا خنده میزند، هرچند ره به ساحل لطفش نبرده ایم، زیرا که زاهدان سیه کار خرق پوش پنهان ز دیدگان خدا می نخورده ایم. صمیمیت فروغ استثنایی بود و حرفش همیشه رک و راست می زد. اگر می دید عماد خراسانی تریاک می کشه، هیچ واهمه ای نداشت که پرخاش کنه بهش. عماد خراسانی که خود بعدها شهریار رو به خاطر همکاری با رژیم بعد از انقلاب، عماد درباره شهریار گفته این مرد برای 2 سال اضافه زندگی کردم و جیره تریاکش، نباید این کارو میکرد. بر روی ما نگاه خدا خنده میزند، هرچند ره به ساحل لطفش نبرده ایم، زیرا چو زاهدان سیاهکار خرقه پوش پنهان ز دیدگان خدا می نخورده ایم. پیشانی ارز داغ گناهی سیاه شود، بهتر که داغ مهر نماز از سر ریا، نام خدا نبردن از آن به که زیر لب بهر فریب خلق بگویی خدا خدا. ما را چه غم که شیخ شبی در میان جمع و روی من ببس به شادی در بهشت، او می گشاید او که به لطف و صفای خیش گویی که خاک تینت ما را ز غم سرشت، توفان تنه خنده ما را ز لب نبرد، کوهیم و در میانه دریا نشسته ایم، چون سینه جای گوهر یکتای راستی است، زین رو میان حادثه تنها نشسته ایم. حرف بسیار حساسی میزنه. حرف حق و وقتی شما بگید همه از اطراف پراکنده میشن و تنها میشی، چون سینه جای گوهر یکتای راستی است، زین رو میان حادثه تنها نشسته ایم. آن آتشی که در دل ما شعله می کشید که در میان دامن شیخ افتاده بود، ما را که پاک سوخته ایم از شرار عشق، نام گناهکاره رسوا نداده بود. ما که جامعه تقوا دریده ایم، ما که طعنه زاهد شنیده ایم، ما که جامعه تقوا دریده ایم، زیرا درون جامعه به جز پیکر فریب زین هادیان راه حقیقت ندیده ایم. بگذار تا به طعنه بگویند مردمان در گوش هم حکایت عشق مدام ما، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. که البته این
بیت آخر مال حافظه. جناب سروش وقت چجوریه؟ وقت داریم. خواستم موزیسیان نمون یه وقت نرم بی موسیقی نمونیم یه وقت. واقعا برای فروغ هم یک دیگه مینیموم یه جلسه کامل لازمه. بذارید من احساس که از فروغ دارم در چند تا از خط شعرهای خودش، شناختی که از فروغ دارم، بگم برم سر شاعر دیگه سیمین. میگه من از سلاله درختانم، مرا فروغ بعد از تولد دیگر واقعا یه فروغ رومی بعد از ملاقات با شمس، زمین تا آسمان فرق. در اینجا میگه من از سلاله درختانم، مرا هوای کهنه ملول میکند، پرندهی که مرد به من پند داد که پرواز را به خاطر بسپارم، من خوشه های نارس گندم را به زیر پستان میگیرم و شیر میدهم، صدا 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 تنها صداست که میماند، مرا به زوزه دراز توحش. ببینید چه فرقی کرده فروغ از اون زمانی که شعر گناه کردم و نوشته. مرا به زوزه دراز توحش در عضو جنسی حیوان چکار، مرا به حرکت حقیر کرم در خلأ گوشتی چکار، مرا تبار خونی گلها به زیستن متعهد کرده است. تبار خونی گلها میدانید؟ انشاءالله باز یه فرصتی بشه صدای فروغ رو کاملتر بشنویم. اجازه بدید برم سر سیمین. عمرش دراز باد. سیمین تنها کسی که الان در میون ماست از میون این هفت شاعری که صحبتش شد. سیمین سالهای اول عمرش به شدت تحت تأثیر، به گفته خودش، اعتراف خودش، پروین اعتصامی بوده. برای همین شعرهاش هم، شعرهای اولیش بسیار شباهت داره از نظر موضوعی به خصوص به شعرهای پروین، شعرهای اجتماعی، شعرهای درباره زن رقاصه، مرد گورکن که بچهش در حال مرگ میره، طلای دندونه اونو که در قبر همون روز دف کرده در میاره، دزد و امثاله هم، روسبی بدان قوطی سرخاب مرا تا زنم رنگ به رخ ساره خیش، بدان تازه کنم چهره پژمرده ز دلتنگی خیش. و یه شعری داره به نام واسطه. واسطه یعنی دلاله. و این شعر رو برای شما میخونم، بعد برمیگردم که شعر آخری سیمین رو براتون میخونم. ببینید وقتی این شعر رو میخونم کوچکترین قضاوتی سیمین بهبهانی درباره این خانم نمیکنه. در قدم خانم بیشتر خودش درباره خودش داره قضاوت میکنه. این خانم واسطه است داره صحبت میکنه.
میگه ابرو به هم کشید و مرا گفت، این مردی که بناست براش یه دوشیزهی ببره، ابرو به هم کشید و مرا گفت دیگر شکار تازه نداری، اینان تمام نقش نگارند، جز رنگ و بوی و قازه نداری، دوشیزهی بیار. ماشاءالله اشتهاشون هم خوبه. دوشیزهی بیار که او را حاجت به رنگ و بوی نباشد، وان آب و رنگ ساختگی را با رنگش آب روی نباشد. افسون به کار بستم و نیرنگ تا دختری به چنگ من افتاد، دختر نگو شکفته بهاری، گل پیکری به چنگ من افتاد. بزمی تمام چیدم و آنگاه آن مرد را به معرکه خواندم، زیبا غزال چشم سیاه را نزدیک خرس پیر نشاندم، زندم به او سپردم و رفتم، مرغ شکست بال و پری را پشت دری نشستم و دیدم، رنج تلاش بی ثمری را. دختر داره مقاومت میکنه. پشت دری نشستم و دیدم، رنج تلاش بی ثمری را. پاسی ز شب گذشته برون شد، شادان که وح چه با هنری تو، این زر بگیر، این زر بگیر که از پی پاداش شایان مزد بیشتری تو. این گفتگو نرفته به پایان، بر دخترک مرا نظر افتاد، زان شکوه ها که در نگهش بود گویی به جان من شرر افتاد. زانگونه گش حال که گفتم، کوبم به فرق مرد زرش را، که اجده ها ای اجده ها بگیر سر خیش بستان و بازده گوهرش را. دیو درون نهی به من زد، که این زر تو را وسیله نان است، در کیسه اش نهفتم و بستم، زیرا زر است و بسته به جان است. چند دهه میریم جلوتر، شعریه براتون میخوام از این شعرهایی که زمانی که سیمین در کالیفرنیا بود و این کتاب کاغذ اینجا همشو اینجا چاپ کرد، که در ایران البته اجازه نمیدادن هیچ کدوم از شعرهاش چاپ بشه. شعر هست سنگسار. خانومی گناهی کرده و باید سنگسار بشه. پرده نقاشی که سیمین ترک کرده شما خوب توجه کنید. نوبت اقرار زن تا چهار شد، چهار تا شاهد دیدن و کار تمومه. نوبت اقرار زن تا چهار شد، حکم دین از رجم او ناچار شد. رجم یعنی سنگسار. اولین بار خانم قانون مقامی داره که اشعارش صحبت از رجم میکنه یا سنگسار. نوبت اقرار زن تا چهار شد، حکم دین از رجم او ناچار شد. این گره را دست حاکم باز کرد، حاکم شهر و دستور بده البته. این گره را دست حاکم باز کرد، راز پنهان فاش در بازار شد. مؤمنان را طنز و نگاه کنی چقدر گزند است. مؤمنان را شرع انور زد صلا، صلا دعوت به جشن و چیزهای خوبه.
مؤمنان را ولی ببینید سیمین چجور مصرف کرده اینو. مؤمنان را شرع انور زد سلا سینه هاشان مشرق الانوار شد. این یکی بر بام شد آن بر درخت سنگ و نیرو محض دین ایثار شد. ایثارم یعنی بخشش. نیرو هم باید در جهت مثبت مصرف بشه. نیرویی که مخربه. سنگ با سنگ همراهه. سنگ و نیرو محض دین ایثار شد. زن هنوزش میبخشید خیلی دلخراشه، ولی به قول حمید مصدق درد را باید گفت، حرف را باید زد. من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟ زن هنوزش نیمه جانی مانده بود، پاسدارش هفت جان شد، هار شد. احتیاج نیست لغت پاسدار رو به خصوص برای نسل جوان توضیح بدم. پاسدار در ذهن ما همون چیز رو تداعی میکنه که محتسب حافظ و محتسب پروین اعتصامی. هفت جان میگه شد چون هفت جان میگن سگ هفت جان داره. پاسدارش هفت جان شد، هار شد. اون چی در ذهن من تداعی میشه یه بولداگ آمریکاییه. زن هنوزش نیمه جانی مانده بود، پاسدارش هفت جان شد، هار شد. تخت سیمانی فراز آورد و سخت بر سرش کوبید و ختم کار شد. حالا سیمین صحبت میکنه خودش، میگه گفتم از امداد غیبی دان. امداد غیبی هم حتما طنزایی که درباره امداد غیبی نوشته شده خوندید. گفتم از امداد غیبی دان که دین با زمان هم سنگ و هم رفتار هم رنگ و هم رفتار شد. دور سیمان است و دور سنگ نیست. الغرض سنگ سار سیمان سار شد. اگه موقع خوبیه بریکی بگیریم الان. خیلی مشکل از آقای مشکینی. ما یه سری کافی و چایی بالا فراهم کردیم برای همه. فقط اگر خواهش بتونم بکنم ما باید سالن رو تخلیه کنیم برای 10 دقیقه تا یک روب، چون ساوند چک باید بکنن برای پرفورمنس. نمیشه؟ کافی لطفا اگه میشه دمون بالای سالن، داخل سالن نمیشه. خیلی مشکل.
به الناز. الناز کجاست؟ الناز تو کلاس من بود گاهی خرامان خرامان، بعد 10 دقیقه حوصله‌اش سر می‌رفت. یه پیرن سفید بلندی هم پوشیده بود، این کپک میومد میرفت. بعد درست 5 دقیقه بعد از اینکه کلاس تموم بشه میدیدم دو مرتبه خرامان خرامان اومد. حالا باز اون موقع میومد. حالا آخرین باری که دیدم مثل امام زمان میمونه. میاد و یه دفعه غیبش میزنه. اجازه میدید در برای پروین صحبت کنم؟ گفتن 40 دقیقه بیشتر وقت نیست. اجازه بدید چون سال فوت پروینه بعد از این موسیقی اینا میخواستم شعرهای خود شادتری بخونم، ولی اجازه بدید با این شعری که برای سنگ مزار خودش نوشته شروع کنم. عجیبه که هم فروق و هم پروین مثل اینکه از مرگ ناگهانی و نابهنگام خودشون مطلع بودن. فروق هم همین کار کرده. میدونید که دختر زیر 30 سال شعری نوشته: مرگ من روزی فرا خواهد رسید، در بهاری روشن از امواج نور، در زمستانی قبارآلود و دور، یا خزانی خالی از امواج شور. بعدها شعر بلندیه، تو خط آخرشم بخونم: بعدها نام مرا باران و باد پاک می شویند از رخسار سنگ، گور من گمنام میماند به جای فارغ از افسانه های نام و ننگ. که الحمدلله گمنامم نخواهد موند و اون نام و ننگ هایی هم که بهش دادن فکر نمی کنم که پایدار موند. پروین شعر سنگ مزارشه که روی سنگ گورش نوشتن. میدونید به مرض حسبه فوت کرد و سالم بود، یک دفعه تب حسبه و به اون زودی در 35 سالگی رفت. میگه آنکه خاک سیاهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است. آنکه جز تلخی از ایام ندید، هر چه خواهی سخنش شیرین است. صاحب آن همه گفتار امروز، سائل فاتحه و یاسین است. دوستان به که زوی یاد کنید، دل بی دوست دل غمگین است. خاک در دیده بسی جان فرساست، سنگ بر سینه بسی سنگین است. بیند این منزل و عبرت گیرد، هر که را چشم حقیقت بین است. آدمی هر چه توانگر باشد، چون به این نقطه رسد مسکین است. و پروین فیلسوف: خرم آن کس که در این محنتگاه خاطری را سبب تسکین است. پروین رو از جنبه های مختلف میتونیم، جنبه فلسفی، روانی و جنبه اجتماعی، از جنبه هزل حتی تنز، و بیشتر از همه مثل حافظ از جنبه انتقادش از
دو سرچشمه استبداد خفقان، دربار شاه و روحانیت. بذارید یکی دو تا از شعرهای خیلی شوخ‌طبعش رو بخونم براتون و بعد بریم سر چیزهای خود سنگین‌تر. می‌دونی که این جریان گفتگو در شعر فارسی سابقه طولانی داره، ولی هیچ کس مثل پروین گفتگو رو به اون اوج نرسنده. گفتگو بین حیوانات، بین حبوبات، بین انسان هاست، بین حیوان هاست. مثلا میگه نخودی گفت لوبیایی را، از چه گردم من این چنین تو دراز. پروین خیلی با این روسریه که سرش کردن، و من عکسای بسیار زیبایی از پروین دارم که بدون روسریه و بدون هیچ نوع حجاب اجباری هست. مخالفت البته با هر چیز اجباریه، اختیاریش که جست خود شماست و باید باشه. نخودی گفت لوبیایی را، از چه من گردم این چنین تو دراز. گفت ما هر دو را بباید پخت، چاره ای نیست، چاره ای نیست، با زمانه بساز. یا میگه عدسی وقت پختن از ماشی، روی پیچید و گفت این چه کسی است. ماش خندید و گفت قره مشو، زان که چون من فزون و چون تو بسیست. جستو در دیک هرچی ریخته اند، تو گمان میکنی که خار و خسیست. هر پری را هوای پروازیست، این جهانبینیه، جهانبینی حافظ. واقعا جهانبینیه، جهانبینی حافظه که وقتی شما میبینید میگه جنگ هفتاد و دو ملت همه را عوض بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. یا وقتی میگه آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. یک عاشق مثل حافظ که میتونه اینجوری صحبت کنه، یک شخص فاسد فاسقه که دشمن میتراشه، عیب میبینه، دشمن تراشی میکنه. یکی از این سر دنیا همه رو با یه چوب میزنه و تروریست بهشون میگه. یکی از اون سر دنیا صحبت از شیطان بزرگ میکنه. اینه که حافظ محبوبه به اینا داره میگه جنگ هفتاد و دو ملت همه را عوض بنه، چون ندیدند حقیقت. اینا حقیقت ندیدن، چون ندیدند حقیقت. جنگ هفتاد و دو ملت شبهای مختلف مذهب البته که باعث این اختلافات میشه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند. باز من گفته بودم از موضوع اصل خارج نشم، شدم. کجا بودیم؟ عدسی. صحبت از جهانبینی پروین بود، رفتم باستی حافظ. میبخشی من چون تیشق نوت مصرف نمی کنم، گفتم همیشه گاهی یه دیتور میگیرم از این برم. میگه هر پری را هوای پروازیست، گر پر باز، حیوان عقاب، گر پر باز و گر پر مگسیست. هیچ چیزو کوچک نگیرید. همین کاری که البته حرفی که بعدن
اگه وقت کنم شعر مور و سلیمان پروینا براتون بخونم. میبینید مور رو میبره بالا و سلیمان رو میاره پایین، یا به هر حال به مور هم همونقدر اهمیت میده که به سلیمان، و شاید بیشتر. یه شعر دیگه داره، این سوسک سیار رو، این سوسکای سیار رو دیدید همه رو ها؟ مسئله های مختلف خیلی زیبای فارسی هم دربارش گفتن. سوسک یه اسم دیگرش هست جول، و زغال یه اسم دیگرش هست انکشت. میگه جول پیر گفت با انکشت، این سوسک سیاه رفته توی انبار زغال داره با زغال صحبت میکنه. جول پیر گفت با انکشت، این چنین روی ما سیاه نکن. گفت در خیش هم کبی بنگر، همه را سوی ما نگاه مکن. این سیاهی سیاهی تن توست، جاه مفروشو. وقت جاه اگه وقت کنیم برمیگردیم بهش، هم در حافظ و هم در پروین، یه لغت کلیدیه. بعضی لغت های واقعا کلیدیه، خیلی کمک میکنه اگه با این لغت ها آشنا باشید، اگر شروع کردید این اشاره بخونید. میگه این سیاهی سیاهی تن توست، جاه مفروش و اشتباه مکن. سیاه بی خبر سپید نشد، وقت شیرین خود تباه مکن. یکی باید اینو به مایکل جکسون میگفت. از کجای پروین شروع کنم؟ بذارید یه چیز دیگه از پروین درباره همین شعرهای شوخ طبیعیش بخونم. جریان سیر و پیاز هم که میدونید حتما یکی از شعرهای معروفشه. هر دو خیلی ماشاءالله خوشبو هن البته ها. سیر یک روز طعنه زد به پیاز، که تو مسکین چقدر بدبویی. گفت از عیب خیش بیخبری، گفت از عیب خیش بیخبری، زنده از خلق عیب میجویی. درباره عیب جویی هم قبلا گفتیم، یه خورده صحبت کردیم ها. گفت از عیب خیش بیخبری، زنده از خلق عیب میجویی. گفتن از زشت خویی دیگران، نشود باعث نکورویی. تو گمان میکنی که شاخ گلی، پیازه داره به سیر حالا میگه، تو گمان میکنی که شاخ گلی به صف سر و لاله میرویی، یا که همبوی مشک تاتاری. دیگه خوشبوترین چیزه right? شنل نمبر 5. یا که همبوی مشک تاتاری، یا ز اصحاب، یا ز اصحار، اصحار یعنی گلها، یا ز اصحار باغ مینویی. باغ مینو هم یعنی باغ بهش. تو گمان میکنی که شاخ گلی به صف سرو لاله مینویی، یا که همبوی مشک تاتاری، یا ز اصحار باغ مینویی. خیشتن بی سبب بزرگ مکن، تو هم از ساکنان این کوی. ره ما گر کج است و ناهموار، تو خود این ره چگونه میپویی. درباره